در راستای سراب دل خراشه نوینه دل شکفته در آسمان گم گشته سال نورا تبریک در سازش نیست به خدا نیستم. نیستم نمیدونم مسیج رو من یکم تلخم دیگه خب چیکار کنم سیستم یکم تندم تلخه کلن کرکتری یکم جدی و تلخه خب یه یه آن عجیب قریب فرقه مثلا سال نور رو در ای زده نه هیچ نمی کنم آقا کلن میگم زیاد چیز نیستم خیلی به قول انگلیسی اپریشیت نمیکنم این سیستما رو خیلی آخری و شاعرانه و اینا می بعد سال نو را در پیشا پیش از اعماق ای بابا ایته ای خب چطوری خوبی چه خبر سال نو مبارک یه چند تا سوال داشتم دوتا تا داشتم البته میخواستم راجعش بپرسم یکی اینکه میخواستم بدونم در با ترک سایکو تو آلبوم زوزنقه چون از نظر من خودم با این ترک دارم کنم یعنی یه حس خیلی خوبی بهم میده این ترک بعد میخواستم که ازت بپرسم چی بوده بکگراند این موضوع به خاطر اینکه توی به یه جایی که میرسه آدم کم عصبی میکنه این حالا بعد ریلکست هم میکنه ولی توی فاز خیلی عجیب این یکی این بود یکی هم که میخواستم بپرسم این که تو این همه سال موزیکی که دادی کدوم ترک برات سخت بوده یعنی روحیش برات سخت بوده نوشتنش حتی خوندنش چه میدونم بیتش هرچی که خیلی سخت بوده دست در نکنه بخور بچه بالی به نظر می اومد چه تطوه بالی آقا تطوه آقا تاتو نیست یه بزر هی تمام به این من کلن دوست ندارم خیلی توضیح بدم که دقیقا چه اتفاقی داشت تو سرم می افتاد که مثلا یا هنگیو نوشتم تا تا این حد میتونم بهت بگم که یه چیزی رو با یکی تجربه میکنی حالا نه اون کسو حتما نباید بشناسی بعضی وقتا میتونی ببینی از دور یه حسیه که با اون داری و نسبت بهش منفی ولی منفی خوبیه دقیقا سیالت سایکاتی که دیگه کاملا اسمش سایکو سلامه یه جورایی انگام مثلا یه چیزی رو دیدی یا یه کسی رو دیدی و یه چیزی که نه یه کسی رو دیدی و کاملا میدونی که سمیه برات این آدم و قبل از اینکه وارد رابطه یا داستان با اون آدم بشی انگار زدی جلو فیلمو و اون صحنه آخر داستانه و حتی همین حد میتونم بهت بگم که دقیقا چی تو سرم بود ولی اون چیز خوبی نیست یعنی اون یه پایان قشنگی نیست که داری میبینی و یه انگار یه عصبانیتی که نسبت به خودت داری یا طرف یه چیزی توی این ماه ها خیلی سایکو. سایکو بود آره منم قبلا خواستم بگم خب نشد مثلا یه بازی یا یه چالش واسه ماهایی که نزدیک توی لوکیشن جدید حضوری مثل جدیده دیگه خب این راجبه اینه که مثلا این پادکست که میذاریم به این کاری که داریم میکنیم مثلا یه حالت بازی و چالش بریم یه دوسته نفر دیگه اینو گفته بودن که آقا اصلا یه چیز باحال اینجوری بذار و هدفم خیلی از این, این نیست احساس کنم الان که یکم از موزیک یعنی یه جورایی کم یعنی مثلا آلبوم ندارم و اینا یکم حالت بریک واسه و این کاری که داریم میکنیم پوینت هم اینه که بیشتر ببینم بقیه چی میگن با بقیه حرف بزنم با کسایی که دنبال میکنن کار مخصوصا نظره اونا رو ببینم چیه و حال میده این نتورکینگی که من میکنم با آدم خیلی به خودم خیلی یعنی برای من خیلی لذت بخشه این در روز یعنی این وقت کمی هم که حتی اگرم باشه خیلی جالبه به ایده که میرسیم یا حرف که میزنیم پوینت اینه حالا مثلا اگه بازی بخوام بذارم و چلنج و حالا برین این کارو رو کنید یه جوریه اه. من دوست دارم یعنی من خیلی دوست دارم مثلا حالا سعی کنم یه کار باحال کنم که همه حال کنن میدونی نه من هدف این برنامه بیشتر اینه که بتونم حرف بزنم حالا حرفی که این خانم زد کاملا باحال معلوم مسخره نمیکنه ولی دارم میگم چیز نیستم میدونی خب واسه کسی که یوتیوبرن و مثلا حالا دوست دارن و اگه، اگه،, اگه اگه کارت این باشه تو این داستان باشه خیلی هم باحال مسخره نیست ولی من نمیدونم حالا مثلا بخوام یه گیم ست کنم فلان زیاد دنبال این داستان نیستم راستش فقط دوست دارم الان یه جوری باشه که حرف بزنم با این و اونو آدم بشناسم و و خیلی داره بهم حال میده چون به زودی میرم روی آلبوم جدید و دیگه دیگه نیستم فیاد یعنی هستم آمین. دیگه خیلی این کارا رو وقت نمی بکنم خب سلام خب عید مبارک ایشالله که سال خوبی داشته باشی خب من چون نظر سنم پایین تره شاید تیپ سوال هم یکم فرق کنم من سوال اول این بود که کلا نظرت تو جبه نسل چهار چیه یا کلا این نسل جدیدی که اومد تو رب که خودم توی که پادکست ها گفتی گفتی که خوبن با و اینا بعد خواستم بپرسم که حالا به نظرت مص... تاثیرش مثبت بوده یا منفی بوده چون خب هب... میدونیم اینطوری لیریکال نباشن که مثلا مثل بهرام یه که دیپی داشته باشن یا کلا هر بعد فیت همکاری خاصی باشون داری اگر کلا خوشت میاد ازشون سوال این بود که خب تو توی ویدیویی که برای ایرفان یعنی گرفته بودی گفتی که کلا میشینی یعنی مارکت رو دنبال میکنی گوش میدی همه آهنگا رو بعد گفتی کلا کسی هم نکنه خب بذار عقب میمونه جریان مارکت کلا کارش کوالیتی رو داشته باشه بعد خواستم که خب کلا چجوری خود گوش میدی یعنی کلا آهنگ میاد و میره تا حالا به گوشت بخوره گوش میدی یا کلا میشینی آنالیز میکنی یه اتاق فکر خاصی داری میشینی گوششون میدی حتما همه رو بعد سوال سوم یه آرتیست گفتم که حالا نظرت راجبش بگی اونم هیپ گفتم خیلی دوست دارم نظر تو راجبش بدونم بعد دیگه چاکس اوکی خب نظرم راجب نسل چهار چیه من گفتم تو چند تا از پادکست ها نسل چهار خیلی باحالن خیلی فانن یه چیزی که خیلی دوست دارم تو نسل چهار که تو نسل یه کوین ها نبود هیچ وقت این بود که نسل چهار یکم آزاد سیستم فکریشون حرفایی که میزنن کاری که میکنن یه جوریه که میدونی هر چی دلشون میخواد میگه و میگن و این خیلی باحاله یعنی هم از لحاظ کلمه ای هم از لحاظ ایده و اینجوری نیست مثلا مثل زمانی که حتما از مثلا دختر کشاورز باید میخوندی یا مثلا میگه مسخره نمی و ولی حالت مثلا فکر میکنن حتما اجتماعی باید بخونن یا مثلا یه زمان این بود دیگه یا حالت اجتماعی بود یا حالت مثلا زد بود که یه کوچولو فانتر و مثلا پارتی مودتر این چیزا میخوندن نسلش ها به آرشین شیده خیلی فانن و ویدیو خیلی درست میکنن اینم فکر کنم یکی از چیزای مثبتشونه که دارن که نسل دست دیگه نسل یک کوین ها مثلا کم کمتر داشتن کلم حال میکنم راستش رو بخوای حال میکنم خیلی ها هستن 021 تونی 021 کید جی هیپاپولوژیست چرسی یانگ سادن امیدوارم همه اینا نسل چاری بوده باشند وقت مثلا نسل سه و رو قاطی نبوده نمیدونم درست ولی خیلی دیگه هم هستم حالا اسم بودم بوده زهن ندارم ولی با خیلی باشه میکنم سوال دوم این بود که چی برسید گفتش که ها تو ویدیویی که داده بودم گفته بودم که دنبال میکنم همین داستان ها رو ببین دنبال میکنم ولی مثلا اون اونجوری نیست که مثلا بشینم دونه دونه بخوام نگاه کنم و اینا به نظر من آره باید دنبال کرد و اون حرفی که زدم بیشتر توی این مایه بود که کسایی که مثلا میخوام بگم ما خیلی بیزیم و دنبال نمی کنم و این داستان ها خب به نظر من باحال نیست آدم باید باعت بدونه تو اینداستری که هست مثلا چه اتفاقی داره میفته یعنی من خیلی بدم میاد کلا اگه یه نفر بخواد بشینه یه جایی از بالا به بقیه نگاه کنه و یه حداقل اداشو در آره این که مثلا بگه من الان خیلی خفنم و کار هیچ گوش نمیدم و همه اشه طرف شما برای گوش بدین دیگه این, این با حال نیست خیلی من اینو دوست ندارم واسه همین اینایی که حتی این برنامه هایی که استعداد یا بیطوریه حتی مثلا میشینن جاج میکنن و اینا بی احترامی بهشون نمیخوام بکنم ولی از دید خودم رو فقط دارم میگم که من دوست ندارم هیچ وقت اون پوزیشن رو حداقل راجب خودم یه یعنی نمیخواستم من تو قرار بگیرم حتی دو سه بارم به آفر بود حالا سر چند تا چیز احساس میکنم که آدم باید اگه من آرتیستم باید رو آرت هم کار کنم رو موزیک هم کار کنم البته هر کی این کار تا حالا کرده دمش گرم کار خودش رو کرده من نظر خودم رو میگم مدلی که من به موزیک و دوری نیست که بخوام برم یه جا بشینم به یکی بگم مثلا تو خوبیه یا بدی خودم یعنی دوست ندارم تو اون پوزیشن باشم کلا واسه همینم اینی که من بگم آقا من کسی گوش نمیدم یا حالا یکی مثلا بگی سرم شلوغه اوکی میفهمم مثلا سرت شلوغه باش مثلا هزار کار داری داستان داری باشه دمت دیگم ولی اگه بخوای تو اون فاز باشی که آقا من خفنم و کار شما رو نمیشنوم و اصلا شما چی میگین این دیگه خیلی تخمه حال نیست اونو و ها یه دونه هم پرسید نظر در به هیپاپولوژیست چه خیلی کریزما داره خیلی باحال به نظر من اینا اگه جدیدش هم گیزه خیلی گوش میدن واسه رو خیلی خفنه باحال خیلی ملو دیگه میدونی یه رپر باید ملو هم باشه دیگه این یه چیزی که شاید اون اوایلش مثلا خود من از بچه یاد گرفتم مثلا که میدونی هر چی بخوای جدی و شی و مثلا خفن بازی در ری و اینا فیکه میدونی خیلی این کارو مثلا تو نسل قبل این کارو شاید میکردن که مثلا میخواستن ادای خفن ها رو در یا مثلا خیلی جدی میگیرن ولی من حال میکنم یه رفیق مثلا مخصوصا مثلا هیپ و سپر دو خیلی ملو چیلن میدونی درم اون خیلی خفن در در حال خیلی حال کنم خیلی خیلی کچی و وال بود منو یاد رپ های قدیم میندازه مثلا یه نفر اگه جدید یه, یه،, بچه ای که مثلا شاید رپ ها رو دنبال نمیکنه این ویدیو رو ببینه خیلی خوشش میاد از رپ بدون این خیلی باحاله میگم نقطه چیز مثبت این نسل چهار که ویدیو خیلی میدن چیزی که ما نداریم زیاد تو نسل یک خود من که ویدیو هیچ وقت نمیدادم چون دوست نداشتم خب بعدی سلام به مهراده هیده امیدوارم که خوب باشی سال نوتم مبارک سوال من اینه که یعنی در از تاپیکی که میخوام بدونی صحبت کنی اینه که حاجه با آرش داره بهمون بگی به همون این که همکاری که داشتی یا اینکه اصلا چجوری آشنا شدین حالا یه عکسی من یادم استوری کرده بودی که توی راهنمایی دبیرستان بود که با هم بود ولی برهات یه ذره از انستاگرام بگی چون فکر کنم خودش زیاد ب... اصلاً ببینیمش حتی یه روزی توی تصویر و یه ذره برامون بگو دیگه اینکه چقدر خفنه اینکه اه... توی مثلا خاطره راجع به موزیکایی که ساختیم بوده یه ذره بگی نصیر اوکی با آرش رو زیاد حرف تا حالا ولی بازم میگم آرش آره دوست بچگی منه تو دوم راهنمایی با هم آشنا شدیم تو ا... امید میرم ما امید میرفتیم تو دوم راهنمایی بود خیلی خیلی با هم همیشه صمیمی بودیم با هم بزرگ شدیم یه جوری <ط you> <cito> من اولین بار این رکوردینگ و این داستان رو از آرش شد گرفتم یادم <بزرگ> من لندن درس میخوندم برگشتم یه دیدم آره از چهار پنج تا آهنگ رکورد کرده و موقع با کامپیوتر شدم چی, استفاده میکرد اصلا من هیچی نمیدونم از دی ای دبلیو این داستان رو حتی باورم نمیشد بعد من آهنگ رو منم هفتزم یه جورایی خیلی با همیشه به قدر انگلیسی خیلی لوکاپ میکردم بهش یعنی خیلی آیدل هم بود تو موزیک خیلی خیلی ازش یاد میگرفتم و مثل برادرم بود یعنی هنوز هم هست ولی منظورم اون تایم رو دارم میگم فوق العاده دادم باهوشی آیکیوش خیلی بالاست و دیگه یه موزگی جدید هم راستی داده برین چک کنین تو چنل یوتیوبش هست توی سپاتیفایو نام هست متامورفسیس درست گفته بشه متامورفسیس درست همین خیلی خیلی خفنه و واقعا آرش هر وقت میاد روی موزیک یه اتفاقی میفته که واقعا هیچ کی دیگه نمیتونه این کار انجام بده و منم هم خیلی همیشه میگم همیشه همش گفتم من خودم فن یعنی خیلی چیز تق... اصلا اینو آرش دیگه آزاد و رها رو جمله آرش بود که با هم تو تونل کار کردیم خیلی خیلی داستان رو داشتیم دیگه تو موزیک واقعا و حتی تو من همه مسئله همش مشورت میگرفتم از آرش یکی منو کمتر با هم حرف میزنیم چون درگیر کار خودشه و طبق معمول آدم که بزرگ میشه یه کوچولو فاصله بنشون میفته به صد تا دلیل ولی من همیشه دوستش دارم و همیشه هم پای کار کردن هستم ای کار نمی کنیم، از طرف اونه نه من اه. خب هم بعدی آخری چک فن نمبر وانت همش شماریم راد آقا سال اول این راد یا مهرازه؟ ما خیلی در این موضوع بحث داشتیم ولی سال اصلی اینه که خفن این کنسرتی که رفتی کجا بوده و اینکه حالا من اسپاتیفای استفاده میکنی اپل میزیک استفاده میکنی چه سال میکنی تاپ 5 آرتیستت هر سال رپ میده اسپاتیفای تاپ 5 آرتیستت چیه تاپ 5 سانگزت چیه درمه دیگرم دمت کم اولا ایول مرسی که ساپورت میکنی و دنبال میکنی کارا رو اون مهراده اون مهراد امزامه مه دیگه اون مه اولش رو میبینی دیگه خفندترین کنسرتی که رفتیم خفندترین کنسرتی که داشتیم تو استانبول بود مسلما یعنی یه جوری بود که باورمون نمیشد دیگه ما یک از هیچی شروع کردیم و هیچ که هنوز هم قبول نداره این داستانو با تمام این بالا پایین ها و اونم زد بازی زد بازی همیشه زد بازی همیشه چیزی که داشته این بوده که همیشه چالش یه چی میگن چالشی بوده میشه گفت یعنی یه جورایی خیلی بحث برانگیز بوده این بهتر از همون اولش تا همه الان یعنی اینو همیشه ما داشتیم بعد اینی که یهو یه ها تونستیم این همه بزن با باحال درست کنیم یه تیم باحال بشه تیم هفت نفر شدن حالا زد بازی بود با دو سه نفر. بچه ها با بهزاد لیتو تو سپر خلسه اینا که اومدن اون شب خفن ما تو استانبول داشتیم که 5000 نفر تقریبا اونجا بودن خب خیلی چی خیلی خفن یعنی باور اون نمیشد با تو اینقدر شب بزرگ و عجیبی بود که خب زود گذشت و خیلی نتونستیم خودمون مثلا حال کنیم رو استیج یعنی یه جور من کم و اول اون گوشی مثلا پرت شد پایین نمیدونم تو ویدیو معلومه نه میام میگم عشق است عشق است عشق گوشین پرت شد پایین بعد اون سالون چون ریفلکشن داره تو باید حتما این این ایراد باشه که بتونی گوش بدی ببینی داره چیکار می‌کنه که صدای خودت رو بشنوی یکی از دلایلی که کلا صدا بده یا بعضی وقتا خون سینک نیست یا خارج میشه به خاطر اینه به خاطر اینکه این که صدا بلنده و انقدر ریفلکشن و اینا زیاده و اینا که اصلا نمیتونی بفهمی چی داری میخونی همجوری بعضی وقتا چیه ولی جمعش کردم اون شب خیلی خفن بود کلا ولی خفن یعنی از لحظه‌ای که خودمون چی حال کردیم کدوم شب بود که خیلی حال کردیم من میتونم بگم توی ام... تورنتو بود فکر کنم شب دومش و تو آلمان بود فکر کنم کلن بود فکر کنم کلن بود داره یه کلاب بود که اولش رفتیم دیدیم یه کلاب خیلی کوچولو و اینا ام... بعد خب حالا بچه ها بیشتر عادت داشتن من کنسرت نمیذاشتم اون خیلی حال داد یعنی انقدر چون جمعیت همه نزدیک بودن بعد استانبولی یه حالی بود که چون استانبول خیلی دور بودن احساس می‌کنم اون سالن استانبول بیشتر مثلا حالت کنسرتی بود ساز و اینا داشته باشه فلان ولی من حال می‌کنم که جمعیت اونجا من همه شی تو جمعیت دارم دست می‌زنم و حال می‌کنم ببینم میدونی قیافه‌ها رو ببینم چش تو شش بشم حال می‌کنم فکر می‌کنم که کل بود آره اگه اشتباه نکنم یه تو تو آلمان بود ولی فکر کنم کلن بود رفتیم قبل برلین نه چند تا شهر رفتیم زیاد دقیقا من کدوم کجا چی بود ولی خب دمتون گم نمازین